این دفعه میخوایم یه تست به ظاهر سخت و خیلی راحت با هم حل بکنیم. نگاه کن. خب بچه دقت بکنید، توی این سوال گفته اگه تعداد مولکول‌های دو تا گاز آب و بی با هم برابر باشه، نصف و نسبت جرم مولی آب بی 2.5 به 1 باشه، نسبت جرم آب بی کدومه؟ خب دقت بکن، اولین نکته، آقا گفته نسبت جرم مولی آب بی 2.5 به 1. نگاه کن، پس جرم مولی آ به جرم مولی بی میشه 2.5. اینو داره به ما میگه. اوکی، حالا نگاه کن، اومده در آخر گفته نسبت جرم آب بی کدومه. اینو از من یادت باشه. آقا جرم وقتی از تو میخوان، بدون که باید جرم مولی اون ماده رو ورداری ضرب در مقدار مول بکنی، جواب میشه جرم. پس چی شد؟ هر موقع از جرم خواست تعداد مول رو وردار، ضرب در جرم مولی همون ماده بکن، میشه جرم اون ماده. حالا بیا اینجا، پس اگه میخوام نسبت جرم آب بی رو پیدا بکنم، چون که نسبت جرم آب بی رو میخواد دیگه، باید یه خط کسری بذارم بالاش جرم آ رو بنویسم. جرم آ میشه جرم مولی آ ضرب در تعداد مول آ، و توی مخرج جرم بی رو بنویسم که میشه جرم مولی بی ضرب در تعداد مول بی. اوکی، اینو اگه پیدا بکنی جواب تمامه. حالا بیا اینجا، آقا این قسمت که الان دورش خط کشیدم، یعنی جرم مولی آ به جرم مولی بی رو که من دارم، اینا 2.5، بالاش مینویسم 2.5، میمونه این نسبت، میمونه این نسبت تعداد مول آ به مول بی. حواست باشه هر موقع توی فرم سوال اومد گفت که تعداد مولکول‌های دو تا ماده با هم برابره، تعداد مولکول این برابر با تعداد مولکول اینه، توی این شرایط حتما تعداد مولشون با هم برابره. یادت باشه، همین الان اینو یاد بگیر. پس اگه دو تا ماده به تو معرفی کرد و گفت تعداد مولکول ایشون با تعداد مولکول این برابره، بدون که این دوتاشون تعداد مولشون هم با هم برابره. اگه تعداد اتم رو مقایسه کرد نمیتونیم اینو بگیم، ولی اگه تعداد مولکول رو گفت قطعا درسته و تعداد مول برابره. پس تعداد مول آ با بی برابره. چرا؟ چون که توی سوال گفته اگه تعداد مولکول های دو گاز آ و بی برابر باشه، پس اینا نسبتشون با هم یکه. تعداد مول آ به تعداد مول بی چون که با هم یکی هست، نسبتش میشه 1. و چی میمونه؟ جواب این کس میشه همین 2.5 که باقی مون و گزینه 3. تمام.